حدودا غروب 18 تیر ماه همین برای تماشا کردن اتفاقات و همراه همسر یکی از دوستانش که دوست صمیمیش هست رفتم بیرون. اون روز به من هم زنگ زد گفت بریم تماشا کنیم، گفتم که من امروز کار دارم و نمیتونم بیام. و توی یکی از کوچه های محدوده خیابون امیرآباد به شدت توسط بسیجی ها کتک خورده بود، مثلا بوده 12 نفر بسیجی بودن، خیلی کتکی زدن، چشمش آسیب دیده بود، دست شکسته بود و سرش شکسته بود. و وقتی اینها تحویل نیروی انتظامی میدن و امیر رو با خودشون میبرن، امیر رو دقیقا 1 ساعت و نیم پیش ما به خاک سپردیم توی بهشت زهرا، در صورتی که جنازش تقریبا متلاشی شده بود، سرش رو از ته تراشیده بودن، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخونهای پاشو کشیده بودن و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد چکافی کمر و سینهش رو چکافته بودن برای کالبد چکافی و دندوناش شکسته بود، فکش شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه سرا بود، دانشجوی بازیگری بود توی مؤسسه کارنامه و دانشجوی مدیریت صنعتی بود فرسین. ترانه میگفت، حتی یه ترانه سیاسی هم من یادم نمیاد امیر گفته باشه. پر از زندگی بود، پر از شور زندگی بود. حالا ما هم فکر میکردیم که امیر 2 هفته است که بازداشته. امیر طبق گفته پزشکی قانونی 23 تیر ماه تحویل پزشکی قانونی شده و 2 هفته تقریبا 12 روز بعد از مرگش پریروز تازه به ما و خانواده‌اش خبر دادن که این جنازه توی پزشکی قانونی هست، یعنی 18 تیر که دستگیر شد 5 روز بعد جنازه‌اش رو تحویل پزشکی قانونی دادن. و هر روز بچه ها میرفتیم دم اوین عکسشون نشون میدادیم و از کسایی که آزاد میشدن میخواستیم که ببینیم که آیا امیر رو دیدن یا ندیدن. ظاهرا یه آقایی بوده اونجا قاچاق‌کن بوده، نمیدونم، پول بهش داده بودن که بره اون تو و ببینه. ظاهر پرونده‌اش رو فقط خونده بوده، میاد میگه که بله من دیدمش، پول کلونی هم میگیره، میگه که بله من دیدمش، حالش خوبه، این شکلی و این شکلی، پرونده‌اش هم اینجوریه، چون حجم درگیری خیلی بالا بوده. توی کوچه بنبست امیر رو میگیرن و کتک میزنن و پرونده‌ای که بسیج برای امیر درست کرده اون رو به نیروی انتظامی داده بود این بود که ایشون در حال سخنرانی بودن برای 30 نفر و داشتن تحریک میکردن آدم‌ها رو برای اختشاش. و علاوه بر این که گفتن که از این پرونده هم سخن نگید، گفتن که به هیچ عنوان هم نگید که امیر توی این حوادث دستگیر شده، بگید که تصادف کرده و اگر تصادف کرده پس چرا انقدر تاکید میکنم مصاحبه نکنید، ما عزیزمون رو توی سانحه رانندگی به قول شما از دست دادیم، پس اجازه بدین مصاحبه کنیم، اجازه بدین از او حرف بزنیم. تاکید خیلی زیادی کردن که به هیچ عنوان مصاحبه نکنید با کسی. امروز هنرمندای زیادی توی تشییع جنازه امیر شرکت کردن که اگر اجازه بدید من اسم اونا رو نگم. و رسم وقتی جنازه رو میبرن به سمت جایی که میخوان دفنش کنن همه لا اله الا الله میگن، اما امروز همه الله اکبر میگفتن برای امیر. و لحظه آخرم قطعش رو عوض کردم، قرار بود که توی همون قطعه ای که دختر نازنین ایران ندای آقا سلطان هم دفن شده بود اونجا دفنش کنن و لحظه آخر عوض کردم، اون قطعه خواهر نشد که امیر اونجا دفن کنیم. در کنار خانه دیدای کشته شده های این پرواز ارمنستان امیر رو دفن کردن امروز.